بازی دوم جام جهانی ایران ولز. خب آقا میخوام بریم داخل این ویدیو، ایران و ولز رو هم دیگه بازی کنیم که میشه بازی دوم. بازی اول رو با انگلیس بازی کردیم که 4-2 بردیمشون. توی این ویدیو قراره که بریم بازی دوم رو انجام بدیم که با ولز افتادیم. ولز رو باید ببریم و اگر ولز رو ببریم احتمال خیلی زیاد سودمون قطعی میشه. پس بریم سراغ ویدیو. وضعیت جدول اینجوریه، انگلستان ته جدول به ما سلام میکنه، ما جواب سلامش هم نمیدیم و ایران در صدر جدول گروه B، در صدر جدول گروه A. ببینم چی قرار داره، قطر قرار داره؟ نه بابا، گروه خودمون رو کار داریم آقا. نفر دوم ولزه، یعنی نفر دوم دوتاشون چون مساوی کردن نفر دوم مشترکه، ولز و آمریکان. ولی فرقی فکر نکنم بکنه و ما اگه فکر کنم این بازی رو ببریم تقریبا سودمون قطعی میشه. بیل هستش، رمزی هستش، دروازه‌بانشون رو نمیدونم چی، اما این دفعه ما لباس سفیدمون رو برداشتیم. ترکیبمون رو من بذارم ترکیبی که مقابل انگلستان بازی کردیم، ترکیبشون خدایی خوبه ولی توی دفاع راستشون ضعف داره. میتونیم از دفاع راستشون توسط آقای علیرضا جهانبخش خیلی خوب سانتر کنیم. ترکیب کلا سانتریه ولی اونا مهاجم نوکشون هم بده. ما تنها بازیکنی که فکر کنم باید از اونا پرس بکنیم بیله، چون ما بیل شود همه شوت میتونه بزنه، رایزینگ شات، ناکل شات، دیپینگ شات همه رو میتونه بزنه و اگر ما ولش بکنیم به امون خودش کار رو تموم میکنه. ایران و ولز، به نظرتون ایران برنده خواهد شد یا که ولز؟ من پیش بینی اینه که آقا ما وقتی انگلستان رو بردیم چرا ولز رو نبریم و الان خوبیش اینه که شب چه استادیومی هم انتخاب کردن. ما ماشاءالله به قطر، انقدر آدم واقعا حسابی. اوه، استادیوم بارساس، استادیوم بارسلونزا. بله، مشاهده میکنیم دو ترکیب دو تیم رو، عکس یادگاری هم میگیرن که با هم دیگه داشته باشن. اما سرمربی پسر رو مهمه آقا، سرمربی تو کادر نباشه چه به درد میخوره. سراغ بازی میرویم، بازی شروع میشه و ببینم که اونا چه تاکتیکایی دارن. تاکتیکای حد تاچ لاین رو دارن، یعنی از کنارها میخوان که نفوذ کنن. پدر سوخته ها، چقدر آدم یعنی بی تربیت میتونه باشه که مقابل ایران. یا علی آقا گوشه ها رو بستم. ما فکر کنم این ترکیبمون جواب نده. ما باید یعنی چی ای کارما، یعنی چی هستن؟ مگه میشه دقیقه 5 گل خورد؟ در سوخته واسه من ادا در میاری؟ دارم واسه چنان کامبکی بزنیم بهتون خودتون بمونی از کجا خوردین. جدی میگم. آهان، میلاد محمدی سانتر، بد انداختی میلاد. حالا شو بابا نورالله، شوت زنی بزن تو چارچوب حد دقیقا. رامی رضاییان به وسط، باید حرکت بکنن. ای چی شد؟ کنانی رو زدن دیگه، کنانی رو زد. آقا من قبول ندارم، جدی داره در حق ما اشاف میشه. رمزی پدر سوخته تو تیم ما بازی میکرد، هیچی اصلا انگار هیچی بلد نبود. یعنی یه پا رو نمیذاش. آقا من دیگه این گل نمیخورم، اینجا عمرن گل بخوریم دیگه. یا امام هشتم، ابوالفاز پاس میده به آقای جهانبخش. حرکت کنین رفقا، حرکت کنین دوستان. جهانبخش نمیذارن حرکتشو بکنه، بسیار وضعیت وخیمه. ابوالفاز اینا زیر توپ دارن میکشن، بده، روش بدی رو انتخاب کردن واسه مقابله با ما. اول فاز یه دقیقه تمام دیگه، یه دونه شوت کرد و باید ترکیب رو عوض کنیم. ما باید آقا احمد رو بکشیم جلو.
به خاطر اینکه حملمون ضعیف شده. اینو بذاریم اینجا، احمد رو بکشیم جلو. نمیدونم دیگه باید چیکار بکنیم. فکر کنم چیکار بکنیم دیگه. بازیکنمون خوبه نزدیکیشون به هم. حالا دیفنس خوبه، تاکتیک خوبه. احمد رو فقط کشیدم، احمد رو بردم فقط ایمفش کردم. هافک هجومیش کردم. بریم ببینیم چیکار میکنیم، میتونیم بکنیم. ولی به نظر من بتونیم که گل بزنیم. نگر میداره توپ رو، میرسونم به عریضه جانبکس. جانبکس پاسش رو میده عریضه جانبکس به تارمی. تارمی توی دروازه، توی دروازه. سرمربی رو داشته باش، فرار رو داشته باش. خدایی چه گلی زدیم. شما الان بودین ول میکردین، میگفتین مدافع جلوش. آقا تارمی ول نکرد، تا آخر رفت. یه بار دیگه گل رو ببینیم. خیلی خدای حال کردم با این گله. سردار چه پاسی داد به تارمی. تارمی رو با انتخاب کردم بره جلو. عالی زد، عالی 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 زد. این دروازه نصف توش رفت تو زمین. خوب ترکیبشون رو 4-3-3 کردن، ترکیبشون رو یه کمی تغییر دادند. اول فاز بده بره، بده بره. وش به آزمون میرسونه توپ رو. آزمون پاسش رو میده، بگیر جهان بخش. برو های صفی، های صفی برو، های صفی برو، های صفی، های صفی، های صفی. سر نوراللهی پاسش رو میده رضایان. سانتر رضایان، ضربه سر. ای لعنت، ای خدا بگم چیکارتون بکنه که هیچ کاری نمیکنید. میرسونم به عقب‌تر، قالب وسط، میرسونم به وسط. پاسکاری های تک ضرب، میرسونه به آزمون، آزمون به خود تارمی. تارمی شوت، گول. وای کامبک، یعنی کامبک رو داشته باش. خودش تارمی یه کامبک گزارش کرد. حالا کن چی چینده آقای مهدی پس، چی چینده مهدی پس. گفتم بهت کامبک میزنم، اون عده اصولا رو واسه من در نیار. اینجوری اینجوری میکنی الان کامبک خوردین. دقیقه 66 میشه دیگه. چه گلی زد خدایی، خودم فکر نمیکردم همونجا گل باشه. ولی تیکی تاکا تکسر دادم آزمون. کاش تارمی سرزب تق همش هم زاویه واسه زد تارمی. دوتا گلی شد. علی مدد، علی مدد. دقیقه 81 اصلا نمید ریسک کنیم. 2-1 جلوییم. پاس به قلی‌زاده، قلی‌زاده به وسط، به آزمون، آزمون به جهان بخش. حال پاس به پشت مدافعین. قلی‌زاده تو بهش میرسه. قلی‌زاده یک حرکت بدن داشتی، داشتی حرکت بدن رو. خود قلی‌زاده پاس میده. حالا قلی‌زاده سانتر، سر قلی‌زاده، خود قلی‌زاده. وای 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 آقا، خدای حرکت بدن رو داشتی اونجا. اگه دوست دارین اینم یاد بدم، حتما تو کامنت ها بنویسین که اون حرکت بدن رو یاد بده، اون حرکت رو بنویسین، من خودم میفهمم چی به چیه. خود آقای قلی‌زاده با غیرت و با تعصب یک سانت رو سر تارمی. نگر میدارن اونجا بازیکنان ایران توپ رو. به های صفی، های صفی، اندفه زمینی، آزمون. وای گل نشد توپه آقا، گل نشد توپه. بده به آزمون، آزمون به این ور. قلی‌زاده بفکرم بهترین بازیکن ایران باشه. قلی‌زاده انقدر داره خوب بازی میکنه. به آزمون، به تارمی. حالا اونجا شوت تمامه. پرس، پرس. برگردین عقب، برگردین عقب رفقا. هد اول تمام. صعود ایران قطعی شد، صعود ایران قطعی میشه. بعد تمامه، بعد تمام. گفتم این بازی رو ببریم احتمال خیلی زیاد صعودمون قطعی شد. یعنی چیزی که ایرانی ها اصلا پیشبینی نمی کردن. شاید آقا ما با دوتا بازی بریم بالا، هیچ کی فکرشو نمی کرد. با دوتا بازی رفتیم بالا، دوتا برد تمام رفتیم بالا. وقتی اینکه ولز و آمریکا مساوی کردن، حالا اون برم فکر کنم، البته نمیدونم انگلیس چیکار کرد، ولی هر چی شده ما رفتیم بالا با 6 تا شوت. اونا 10 تا شوت زدن، ما 6 تا شوت زدیم، رفتیم گل، دوتا گل زدیم. بهترین بازیکنم تارمی شد. بذار ببینم جدول چه جوریه. ایران 6 امتیاز، صدر جدول، تمام رفت بالا. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشه. حتما لایک ویدیو رو بکنید، من سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو بکنید، این سایت رو برسیم به 40K. من ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.